بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او مهربان خدای پنامه قدرمون لیدونکو تاسو ته خراغلاست ویم ده ارمغان صبح ده گلبانگ اخبارانه ته هیلرم ارزای چیست جور او روغوسه. سلام و صبح بخیر به تمام اموطنهای عزیز و خوب. من امیدوارستم هر کجوهی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. انشالله هر جایی که هستین اما طور تکله آغاز یک صبح متفاوت خوب و فوق العاده عالی بر شما رقم خورده باشه. اینجا استودیوی برنامه گلبانگ هست و ما در خدمت شما خوبان و عزیزان و شما بیننده تلویزیون یک هستین. سلام خیلی خاص بر سپر، بر شمس، بر تمام همکارای عزیز و دوست داشتنی ما که حالا گذشته از این استودیو در عقب کامره و بالاخره در تمام بخش ها ما را همکاری میکنن تا ما بتانیم یک برنامه متفاوت عالی و فوق خوب را بر شما تقدیم بکنیم. زبان گوشتی سکمکی طرف و طرف میره، مروه بخشین. اما امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروزی مرا امرایی بکنین و امروز هم قرار است که ما داشته های بهترین را بر شما تقدیم بکنیم تا شما بیننده برنامه ما باشین. هر صبح که ما از خواب بیدار میشیم و هر وقت که ما یک پلک میزنیم باید که شکرگزار خداوند منان و بزرگ باشیم. چرا؟ به خاطر از اینکه حالا ما یک روز دیگه هم داریم، فرصت داریم تا زندگی بکنیم و این زندگی را ما خود ما برای خود ما رنگ و بوی ببخشیم و به کمک خداوند بزرگ بتانیم که انگیزه های مثبت و بالاخره بتانیم که با یک ویژگی خاص یک زندگی متفاوت و خوب را تجربه بکنیم. هر قدر ما بالای خود ما زندگی را سخت بگیریم اما قدر زندگی بر ما سخت میشه. هر قدر ما بالای خود زندگی را ساده و آسان بگیریم اما قدر زندگی آسان میشه. آدم هایی که کتاب مطالعه میکنن، آدم هایی که مطالعه میکنن، آدم هایی که مثبت میاندیشن، آدم هایی که حتی انرژی مثبت میتن برای دیگرا، و انسان ها همیشه هم خودشان خوشبخت هستن و هم میتونن که در هر شرایط خوبتر و بهتر بتونن که اوضاع را بر خود مدیریت بکنن. ما امروز قرار است که باز هم بر شما اینم قدر کتابایی را که اینجا میبینین به معرفی گرفته شوه و این کتابایی که بالاخره حالا هر کدام از این مطالعه کردن هر کدام از این کتاب میتونه که زندگی انسان را تغییر بده و شما مطمئن باشین که کتاب وقت رفیق بسیار نزدیک انسان ها میشه. از او وقت است که ما میتونیم یک زندگی متفاوتتر را تجربه بکنیم و قرار است که ما امروز کتابدار نمایشگاه کتاب کابل را در اینجا در کنار خود داشته باشیم و قرار است که اینم قدر کتاب ها را بر ما معرفی بکنن. اما امیدوار هستم که شما تک به تک و لحظه به لحظه ما را امرایی بکنین و تا پایان برنامه امروزی امرایمان باشین. مهمان خیلی عزیز و جوان برومند آقای دانیال محسن آزاد، کتابدار نمایشگاه کتاب کابل، و قرار است که امروز همه قدر کتاب ها رو بر ما معرفی بگیرن و در کنار صحبت های هم داشته باشیم با خود آزاد صاحب. سلام و صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و امیدوار هستم که یک صبح دلنشاد و پر انرژی را آغاز کرده باشین. تشکر، سلامت باشین و من امیدوار هستم که شما همچنان همطور یک صبح پر انرژی و فوق العاده خوب را شروع کرده باشین. حتما. میایم اول کمی در مورد خودتان بگین تا ما بیشتر در مورد خودتان آشنایی پیدا بکنیم و ما میدانیم که شما دیگه حالا رفیق بسیار خوب با کتاب هستین، چون این همه کتاب ها رو مطمئن هستم شما مطالعه کردین. بله حتما. خوبه که یک خاطره بگم براتون از خودمان، از کودکی خودمان. زمانی که 12-13 ساله بودم، خب یک بچه شوخ و اصلا اهل کتاب نبودم. بعد ولی برادرم که کلانتر از من است من رو خیلی دوست داشت و میخواست من رو با کتاب آشنا کنه. برای من کادوی آورد، کتاب، یک کتاب، و من اصلا انتظارم نداشتم. و بعد اما متاسفانه کتابی که آورده بود برای من یک کتاب پر حجم و سنگین بود. با وجود این من خب نمیتونستم که برادر خودم هم دلش بشکننم، دوستش داشتم، نه خاطرم از این بندم تونستم برش بگم که بابا چی آوردی. از این برم باز کتاب بر خودم نگه داشتم، آمدم که مطالعه کنم، اما این کتاب برای من سنگین بود چون که قبل از اون مطالعه نداشتم. بعد این کتاب یک دو ورق زدم و برای من سنگین تمام میشد بخاطر که درکش برای من سخت بود. بعد این کتاب کنار گذاشتم ولی مطالعه نکردم. کتابم نخوندی؟ نخوندم. بعد بخاطر همین میخواستم یک موضوع را قبل از این بیان کنم که شیوه کتابخانی
چطور ما کتاب بخونیم و چطور اهل کتاب شیم، از کتابای ساده شروع کنیم خیلی بهتر است، از کتابای آسانتر و کمحجمتر و شیرینتر و نواتر. برای همه ما، برای دوستان ما همیشه که میان کتابخانه، همیشه اول اونایی که تازه میخوان کتاب شروع کنن بخوندن، ما کتابای کم حجمتر معرفی میکنیم که با کتابخانی آشنا شوند. مثل کلاب میمونه. شما که میرین کلاب وزن سنگین بزنید همون روز اول، خب مسلما دیگه خلاص است دیگه، باز اصلا کلا سمت کلاب هم نگاه نمیکنه. خاطر همین وقتی که بیای کتاب سنگین بخونی، بعدش میگه که همه کتابام هم همینجوری ما درک نداریم اینو، باز دیگه سمت کتاب نمیریم. بخاطر همین من به دوستان عزیز همیشه مشاوره میدم که از کتابهای ساده‌تر شروع کنیم و خوشو به حال کسایی که پدر مادرشون از کودکی اینا رو با کتاب آشنا میکنن و اونا مسلما با ما خیلی متفاوت به اون سن برخورد میکنن و با کتاب بیشتر آشناست و کتاب بیشتر میخونن. تا ای که ما آمدیم و یک ماجرا گذشت و ما آمدیم یک کتاب وارد کتابخانه شدیم و با دوستانی معاشرت کردیم که اهل کتاب بودن و کتابای ساده تر رو به ما پیشنهاد کردن. آها. مثل کیمیاگر، مثل ملت عشق، بعد از اینا شروع کردیم به خواندن این کتاب. بعد برای من خیلی جذاب شد، گفتم چقدر کتاب خواندن چقدر شیرینه و چقدر ما میتونیم که معلومات کسب کنیم. بله، کتاب خوانی مثل میمونه که یک شخص، یک نویسنده تجربیات خود میاره توی قالب کتاب و کتاب خوان بدون اینکه او تجربیات امتحان کرده باشه، او تجربیات کسب میکنه. کسب میکنه و این کار بسیار مهم هست. بیایم از کتاب از نمایشگاه کتاب کابل بر ما بگوین آزاد عزیز که امروزه وضعیت فروش کتاب چگونه است و چقدر هموطنان ما علاقمندی به کتاب نشان میدن. از نمایشگاه کتاب آنلاین که شما ایجاد کردین از بر ما کم قصه بکنین. خب هر چیزی یک طرفدارای خودش داره، هر برنامه طرفدارای خودش داره و مشخصا کتابخوانی جزء یکی از فرهنگ‌های یعنی پربار جامعه است و اهل کتاب میآیند. اهل کتاب میآیند و میآیند الان توی زمستان میآیند و دیگه تعطیلات اونا بیشتر میآیند، جوانا رمان میخوانند و بیشتر برای رمان خوانی میآیند پیش ما و کتابای رمان‌های بسیار جالب از ما درخواست میکنند. و فروشات آنلاین تان شروع کردین؟ ما در نظر داریم انشالله فروشات آنلاین ما شروع بشه و تصمیمات داریم. و بسیار عالی. عالم امروی معرفی این همه کتاب هایی که نزد ما هست، اولی رو میخوایم بپرسم که تمامی کتاب ها شما رو مطالعه کردین؟ بله حتما. فوق العاده خوب هست. آغاز میکنیم از امی کتاب اول. شما در مورد کتاب فقط کم بر ما معلومات بدین، هر کتاب را که من میگیرم. این کتاب اثر محمد اکرم عثمان است. آها. و چقدر خوبه جامعه ما از کتابخانه‌ای از نویسنده های خودمان شروع کنیم و به کتابخانه شروع کنیم. قد جالب، قد شیرین از همین لهجه کابلی خودمان. آها. خیابانی چطور بگم، آمیانه نوشته کرده، داستان چندین داستان است و فوق العاده شیرین و زیباست. بسیار عالی. کتاب بعدی این اثر همون اکرم عثمان است که این کتاب بعد از کوچه ما نوشته شده. آخرین اثر محمد اکرم عثمان است که جالب براتون بگم که محمد اکرم عثمان خودش هم توی برنامه گوینده بوده و کتاب و داستانهایی که می نوشته قصه میکده. بسیار برای مردم ما. و کتاب بعدی؟ بله، این کتاب برای نوجوانا و حتی من میتونم بگم زیر 18 سال و حتی میتونم برای جوانان توصیه کنم. یک تیا توتی، یک توتی است که یک ندای درونش بهش میگه و منجر میشه که به مسافرت بره، سفر میکنه و یک سری خطرات و یک سری تجربیات رو کسب میکنه که خیلی آموزنده است و خیلی عالی است. بسیار عالی. اینم برای نوجوانا و زیر 18 سال من توصیه میکنم که میتونن پدرمادرها محترم میتونن که برای کودکان خودشون این کتاب بخونن. موشی که شاه شد، یعنی در مورد یک تعداد موشی است. موشی که شاه شد. بله، یک تعداد موشی است که در یک خانه است و
همیشه مشکلات خودشان با همدیگه مشاوره میکنن که اون مشکل حل بکنن. بعد یک گربه وارد میشه و ماجرا شروع میشه. بله. و کتاب کتابی که واقعا خوش دارم تاریخ و فلسفه است، دنیای صوفی. انگلیسیش است و ما فارسیش هم داریم که شما میتونید که نشون بدین. بله. واقعا یک اثری از یاسین گوردر که خیلی کارهای جالب میکنه. هدف یاسین گوردر بیشتر نوجواناست. فلسفه و تاریخ به اون مشکلی رو آورده در یک قالب برای یک دختر 14 ساله شرح میده. یعنی واقعا فوق العاده است کتاب. بله، دقیقاً این همون کتاب است که ام چند روز پیش ما این کتاب به معرفی هم گرفتیم و قرار است که این کتاب شمس تمام بکنه. بله، این کتاب هم از کتابخانه شما شمس گرفته بود. بله. این کتاب فوق العاده کتاب خوبی است شمس گفت، اما ما تا حال این کتاب را یعنی نخوندیم. حتما بخونین چون که یک مقدمه ای بر تاریخ و فلسفه میشه. از زمان سقراط و افلاطون گرفته شده، 2300 سال قبل از میلاد. 2500 سال قبل از میلاد، که خیلی شیرین و جالب در قالب یک رمان آورده. بسیار عالی. آزاد عزیز، اینو میخوایم بپرسم که مشخصاً آیا تا حال نوشته کردی نزد خودت که از زمانی که از همون زمانی که بیشتر قصه کردی، وقتی شروع کردی به کتابخانی، تا حال چقدر کتاب مطالعه کرده باشی؟ یعنی تعدادش به یادت هست؟ تعدادش به یادم نیست، اما من وقتی که کتاب میخوانم همیشه عادت دارم یه گوشه یا هایلایت بزنم یا که نوت برداری کنم و یک سری نکات مهمی که برای من خیلی جالب است اونا رو حفظ میکنم. آها، اونا رو حفظ میکنی؟ آره. و فکر میکنم این کار فوق العاده خوبی هم باشه که آدم باید نشانی بکنه و نکات مهم رو باید حتما خیلی میتونید هم برای صحبت کردن شما خیلی کمک میتونه باشه، همین که به تجربیات تو ذهنت میمونه و به یک مشکلی برمیخوری و قبل از کتاب این مشکل هم توی یک داستان یا یک رمان یا یک چیزی توی کتاب خواندی. آها. و وقتی که با اون مشکل مواجه میشی شما از قبل یک بک‌گراندی دارین تو ذهنتون که چطور با این مشکل مقابله کنین. فوق العاده خوب. و مهمترین و طلایی ترین کتاب را که خودت مطالعه کرده باشی و نزد خودت فوق العاده کتاب خوب باشه، او کدام کتاب بود؟ برای من شیرین ترین کتاب یک کمی دنیای صوفی بود، یک کمی سینوهه که زیر دست شما است. سینوهه کتاب تاریخی است. پایین. آره، این کتاب. اینال باز اگر از این سینوهه و دنیای صوفی یکی انتخاب بکنی، باز شیرین ترش دیگه کدام میشه؟ والا هر دوتاش خیلی شیرینه. ولی خب سینوهه یکم مستندتره، چون که تاریخه. تاریخی که توسط خود سینوهه نوشته شده در تقریبا 3000 سال پیش و این اثرش باقی مانده. خیلی جالبه وقایع و سیاست هایی که در او زمان یا کلا در اجتماع او زمان ما میبینیم توی کتاب نویسنده خودش نوشته کرده چقدر تطابق داره با این زمانه ما که قرن 21 هستیم. در رابطه به این کتاب کم بیشتر بر ما معلومات بده. سینوهه کس پزشک فرعون است. آها. در زمانهای آخناتون که آخناتون اولین فرعونی بود که خدای یگانه رو معرفی کرد، سینوهه هم پزشک همین فرعون میشه و که قبل از پزشک پدرش بوده که به خاطر جریانهای تبعید میشه، مجبور میشه مسافرت کنه. و جالب اینجا وقتی که ما در این کتاب خیلی از شهرهایی رو میبینیم که حتی در تاریخ ما فقط یک گذرا در تاریخ جهان کلن یک گذرا ازش رد شده، ولی دقیق آورده و شرایط و او اجتماع و او جامعه و او فرهنگ به ما شهر داده. و جالب اینجا که حالا فرهنگ ما خب فرهنگ آریاییست دیگه، از آریانا که ما بخوایم صحبت بکنیم، در 3500 سال پیش وقتی که سینوهه میره به بابل ما میتونیم فرهنگ آریایی رو اونجا ببینیم. نو عید نوروز خیلی برام جالب بود. یکی از خوبی های این کتاب قسمی که شمس برام گفت که حالا بالاخره نو شرایط زندگی
امو دوره انسان ها حتی انسان هایی که کتاب نمی خواندن برمیگرده به نوع شرایط زندگی انسان های فعلی که حالا کتاب نمی خوانن. شما چی نظر دارید؟ دقیقاً وقتی که کتاب می خوانی، کتاب همش آگاهی سازیه، همش آگاهی سازیه. وقتی که سینوهه رو میبینی که میاد از کودکی، خب این سینوهه کسی بود که توی رودخانه رها شده بود و دست یک پدر مادر میفته و این بزرگ میکنه که پدر مادر واقعیش نیست و بعد این را خب پدرش آشنا میسازه با کتابخانی و علم پزشکی و بعد میتونیم ببینیم که اصلا تفاوت خود سینوهه با دیگه مردم چیه، دیدگاهش چیه. خیلی جالبه. بله. و کتاب بعدی رو کوچه ما، این اثر محمد اکرم عثمان است که گفته بودم بعد کتاب قبلیش بعد این منتشر شد. من واقعا این کتاب توصیه میکنم، کوچه ما، اثر محمد اکرم عثمان، اثر زریاب، نویسنده های خودمان است. که ما بیاییم اول از محلی های خودمان بخوانیم. خیلی بنظرم. و این هم کتاب رمان هست؟ این رمان است. و کم معلومات بتین در مورد کتابم تا رمانش چگونه رمان است؟ خب رمانش از همین جامعه خودمان صحبت میکنه و مشکلات و داستانهای داخلی است دیگه. میتونیم که مردم بخونن و لذت ببرن. بسیار عالی. و او چاپ دومش بود، این چاپ اولش است؟ بله، این دو تا چاپ داره، چاپ اول، چاپ دوم. بله، بسیار خوب. و حتی ما چاپ اولش خوندم، چاپ دومش هنوز زیر دستمه، خلاص نکردم. خو یعنی چاپ دومش هنوز خلاص نگرد. جلد دومش شما هنوز خلاص نگرد. در حال خواندن هستین. بسیار عالی. و کتاب بعدی هم کتاب که سینوهه هست که جلد دومش هست. آه. من کتاب سینوهه رو واقعا توصیه میکنم برای کسایی که تاریخ دوست دارن، کسایی که میخوان از تاریخ گذشته بدانن و با نوع فرهنگ و اجتماع او زمان و این زمان آشنا شون. بسیار عالی. اگر آزاد عزیز، اگر برای ما توصیه بکنی و پیشنهاد بکنی یکی از این کتاب ها را که قرار باشه ما بخوانم، کدام کتاب خواهد بود؟ خب در جواب سوال شما، من باید از شما بپرسم که تازه چقدر کتاب خواندیم؟ تازه یعنی تقریبا من از آغاز دوران مکتب عاشق مطالعه کردن بودم، یعنی کتاب را بسیار زیاد دوست داشتم، اما از دور بودم از کتاب و چون امو جنجالا و مصروفیت های زندگی فراموش کرده بودم که انسان باید در سخت ترین شرایطم باید کتاب مطالعه بکنه. وقت سختی ها بالای ما اومد فکر میکردم دیگه که باید از کتاب دور شی و تماما بپردازی به مشکلات زندگی. تقریبا از 6-8 ماه میشه که من کتاب مطالعه میکنم و در این مدت زیاد کتاب مطالعه کردیم. اینا شما برام بگین کتاب. خب من براتون تو اول آخرین کتاب رو که مطالعه کردیم ملت عشق بوده. ملت عشق رو مطالعه کردیم. ملت عشق هم فوق العاده کتاب است. فوق العاده کتاب است. سینوهه رو مطالعه بکنین و بعد از اون دنیای سفی رو مطالعه کنین. سینوهه و قبل از اینا من براتون با قدرت، یعنی با اطمینان کامل براتون میگم که اول از نویسنده‌های خودمان مطالعه بکنین، از محمد اکرم عثمان. این کوچه ما خیلی داستان شیرینی داره. از محمد اکرم عثمان مطالعه بکنین و با قواعد و فرهنگ خودمان هم بیشتر آشنا بشین، فرهنگ سازی باشه، از خودمان هم آگاهی. اول خب شناخت اول از درون شروع بشه. خب بلی. اول باید خودمان رو بشناسیم، بعد سراغ کتاب های ترجمه شده بره. خب کوچه ما که هست کتاب استاد محمد اکرم عثمان که خب متاسفانه ایشان هم فوت شدن و آخرین اثرش هم براتون آوردم اینجا، از جامعه خودمان میگه و نقل های جالب داره. از این که من یادم میاد خب پدر مادر خودمان خیلی چیزای دلانگیز و دوستانه بر خودمان میگفتن که مثلا گلکم یا بچه گکم، همه طور عامیانه نوشته کنه و از فرهنگ خودمون آشناشیم، خیلی عالی میشه. فوق العاده عالی. و انشالله که حتما من این کتابم و اون کتابم مطالعه، این کوچه ما حتما مطالعه کن. حتما مطالعه میکنیم. خب فکر میکنم که در رابطه به کتاب های مستمل کم بر ما بگین. خیلی سوال خوبی پرسیدنش. از ما در کتابخانه تصمیم یک برنامه‌های داریم. خب
برنامه های کتاب فروش آنلاین و تبلیغات آنلاین، نه تبلیغات، منظوری که نشریات کتاب در چی میگن بهش، شبکه اجتماعی. و در کنار این کتاب های دست دوم هم هدف داریم که به جوانای ما بدیم، و همینطور ما حاضریم که دریافت کنیم کتاب های دست دوم شما ها رو، کتاب هایی که خب هرچی با ارزش تر باشه، خب ما در قبالش میتونیم کتاب بدیم، و اگه خب کتاب نخواستیم میتونیم یک مبلغی رو پرداخت کنیم. بسیار عالی. یعنی اگر کسی کتاب رو بر شما آورد، یعنی کتاب رو که مطالعه کرده بود، یعنی به نوع حالا بر شما داد و شما در بدلش میتونید که کتاب دیگه به اونا بدین. ببین، من یک جمله از پاولو کولو بگم. نویسنده برزیلی است. یک کتابش خوانده بودم، خیلی جالب بود. میگفت که کتاب هایی که در کتابخانه عمومی باشه بیشتر به دست مردم میرسه و بیشتر استفاده میشه، بهتر از یکی در کتابخانه من کنج کتاب باشه و هیچ کس استفاده نکنه. خب جوانای ما کتاب خواندن و حالا خب استفاده دیگه ایم ندارن دیگه، مگر اینکه بتونی دوباره بخونی. حالا اون کتاب اگه بیایم مثلا به کتابخانه ارجاع بدیم که دیگران هم بتونن استفاده کنن، چقدر فرهنگ خوبیه. بسیار عالی. و آزاد عزیز، حالا فرض بکن یک آدم اصلا کتاب مطالعه نکرده و هیچ علاقمندی هم به کتاب نداره، حالا دوست داره آهسته آهسته علاقمند به کتاب شوه و رفیق بسیار خوب شوه با کتاب، اولین توصیه‌ای را که خودت بر او آدم میکنی او چی است و کدام شرایط باید بر خود سازگار بسازد تا او شرایط سازگار باشه با شرایط مطالعه کردن؟ خیلی سوال شیرینی پرسیدی، یعنی واقعا سوال خوبی بود. من به خاطر همین جمله کتابای نوجوانا که آوردم، کتابای ساده است. اولا که از اکرم عثمان، که خب اگه جامعه خودمان افغانستان است این کتابا رو مطالعه کنه خیلی بهتر. بله. و در غیر این صورت شما کتاب زرد که اینجا گذاشتم، من حتما این کتاب، چون شاید همین کتابه. آره، تیاتوتی. من اینو توصیه میکنم برای کسایی که تازه میخواد مطالعه رو شروع بکنن. و دوستای ما که تازه میخواین مطالعه بکنین و این کتاب باید مطالعه بکنین، از این کتاب شروع کنین. هم حجمش کمه، هم تجربه که برای من اتفاق افتاد ممکنه برای شما اتفاق نیفته، چون که ما بیایم مستقیما بیایم از دنیای صوفی شروع کنیم کتابخوانی. دقیقاً. خب از فلسفه مگه، فلسفه باز کم دشوار است، خب درکش برای ما سخت میشه، ولی اگه از این کتاب شروع کنیم بعد اتفاقات تجربیات که از این داستان ما کسب میکنیم اقعب برای ما شیرین میشه باز کتاب. و کتاب که هست رمان، این کتاب رمان است، رمان که هست داستانهایی رو بیان میکنم که یک اتفاقات جالب میفته که ممکنه توی زندگی ما هم برای ما بیفته. و خب ما وقتی که با اون مشکلات روبرو میشیم، ما از قبل خواندیم این کتابه و میتونیم که با اون مشکل خیلی راحت برخورد کنیم و کنار بیاییم. من یک کتاب معرفی میکنم برای جوانای ما. اول که کتابای خودمون رو بخونیم، از محمد اکرم عثمان آوردم کتاب دیگه شم که با فرهنگ و جامعه خودمون، با نقل و گفتار خودمون صحبت کرده و کتاب اینجوری برای ما شیرین تر میشه. و بعد از این تیاتوتی هم خیلی کتاب شیرینیه. بله. و در روزهای اول وقت آمدن به کتاب خواندن، مثلا امی کتاب قرار است که بخوانن، باید چند صفحه کتاب مطالعه بکنن و چقدر وقت بگذارن برای کتاب خواندن؟ و بعض دوستای ما حتی در دوران جریان مکتب هم هستن، اونا باید با کتاب هم سر کار دارن، اما میگن وقتی ما میخوایم مطالعه بکنیم به یک نوع خسته میشیم، مقسم احساس کسالت میکنیم، خوم میگیره. چی میگین برای ما؟ درک میکنم این موضوع رو، بخاطر همین گفتم از کتابای کوچکتر شروع کنید. و کتابای رمان که هست ماجراجویی است، وقتی که میخوانی یک پنج صفحه اولش میخوانی، بعدش خودت شوق پیدا میکنه که ادامهش بخوانی که چه اتفاق افتاد. کتاب خودش جذب میکنه انسانه. من توصیه میکنم اول پنج صفحه ده صفحه اولش خودتون بخوانین با حوصله، بعد خودتون را میفتین چطور دنبال کنین این ماجرا چی شد چی نشد. مثلا یک کتاب دیگه که کیمیاگر است، اثر پاولو کولو، اون که بخوانین یک چوپانی است که اکثر اتفاقاتی میفته برای چوپان که ممکنه برای خودمان بیفته و برای ما خیلی اجور جالبتر میشه، که اونس میگیره کتاب با تو. بله. و
دقیقاً همین گونه است و یک خوبی که کتاب رمان داره ای است که وقتی کتاب رمان رو مطالعه میکنین که دقیقاً من خودم متوجه شدم با این مسئله، یعنی آنقدر درگیرت میسازه که تو اگر تا ورق تا صفحه 5 بخونی و صفحه 5 ادامه میکنه به صفحه 10 تا صفحه 20 اما تر ادامه پیدا میکنه. همین کتاب ملت عشق دقیقاً یک شب بود که میخواستم کتاب یه وقت تازه شروع کردم، یک شب خواستم کتاب ملت عشق را فقط یک تقریبا کم حجم کم شود بخونم، چون شما میدانید کتاب ملت عشق حجمش هم بزرگتر است، یعنی از ساعت دقیقاً ساعت 9 شب بود که من شروع کردم، میخواستم تا ساعت 11 بخونم 11 خواب شوم. او مطالعه کردن من تا ساعت 2:30 شب ادامه پیدا کرد. چرا؟ به خاطر از اینکه یعنی کتاب رمان آدم میکشونه به طرف خودش. من هیچ سینو هر که زمانی که مطالعه میکردم اینقدر شوق میگرفته بود که حتی صبحانه میخوردم، چاشت میخوردم، این کتاب بغلم بود، هم تو باز شده بود، اینقدر جذاب بود، منتظر بودم ادامهش چی شده، حتی شبا خواب من را از این گرفته بود. بله، و من دوست دارم این کتاب سینوها را حتما یک بار حتما مطالعه کن. حتما این کوچه ما رو حتما مطالعه کن. کوچه ما اثر محمد اکرم عثمان از خودمون است، خیلی شیرین نوشته کرد. بسیار عالی، بسیار زیاد سپاس از این که آمدین به برنامه آزاد عزیز. با امید موفقیت های هرچی بیشتر شما، از اینکه شما جوان کتابخوان هستین دیگه این بر ما افتخار هست و شما افتخار بر جامعه ما هستین. تشکر. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. سراغ وقفه و در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید.